غرب کابل، هفته سی شب، باز هم انفجار و یک رویداد مرگباری دیگر. موتر نو کاستر که از مرکز شهر به غرب کابل مسافر انتقال میداد در منطقه سرکاریز در مربوطات حوزه سوم امنیتی هدف یک ماین مغناطیسی قرار میگیرد. گواهان رویداد میگویند آمبولانس ها و موترهای نظامی چندین کشته و زخمی رویداد را به بیمارستان ها انتقال دادند. نیم ساعت پیش نمیجه موتر کاستر از میدان خانه ما حرکت کرد. زمانی که دمی پیش استادگاه سرکاریز نارسیده به خانه استاد محقق اینجا که رسید انفجار کرد. اون موتر همی سرنشینان ملکی بودن تماماً شد. ما کدم یا چهار پنج شهید بود دیگه اون موتر نفر پر بود. موتر مسافر بود؟ موتر ها، موتر مسافر، موتر لاینی بود. دایی واده مامورین نامه باشد. حتما موتر لاینی بود. پلیت چیزشون؟ تلفات شش هفت شاید باشه. نیم ساعت پس از انفجار نخست، یک کاستر مسافر بری دیگر در گولای دواخانه در نزدیکی محل رویداد نخست هدف ماین قرار میگیرد. این رویداد هم از غیر نظامیان قربانی گرفته است. یک دفعه همینجا گرم پاس کرد و دیدم که از بالا یک دانه شر آمده و توی درخت خورد پایین افتیدک. دیگه از اونجا چند لنجر موتر آمد، یک چند نفر را برد. نیروهای امنیتی محل رویداد را زیر داره گرفتند. تمامی کوچه و پس کوچه ها از سوی نظامیان مسدود شده است. مقامات دولت باید یک ذره امنیت مردم را بیشتر بگیرن. تا کی تو دربدری شوه، تا کی تو خاکبسری شوه. مردم کارش کده نمیتونه، غریبیش کده نمیتونه. از ترس، از ایزای راست، در کاستر سوار شده نمیتونه از ترس. مسئولیت این دو انفجار را هیچ گروه به عهده نگرفته است. همون چه روشن است، هدف دو انفجار غیر نظامیان بوده. واسیب را هم افراد ملکی دیدند.